میخوای برات بگم چطوری بهمون خبر دادن؟ میخوای بدونی؟ برای من که انگاه همین دیروز بود، لحظه به لحظش مثل فیلم از جلوی چشام رد میشه. آخرای ماه آذر بود، داشتم تو حموم با دست لباس میشستم. خیر سر خمینی مجبور شده بودیم تمام وسایل زندگی رو بذاریم تو آبادان برای سربازای عراقی یا برای او پاسدارای کثافتش که والا به پیر به پیغمبر از 100 تا سرباز عراقی هم بدتر بودن هم هستن. ای روزگار، ملش کن. داشتم لباس می شستم، تمام جونم هم خیس شده بود که یهو صدای زنگ در بلند شد. یه خدا ناشناسی دستش گذاشته بود رو زنگ در و ور نمی داشت. با عجله یه چادر انداختم سرم و رفتم دم در. دیدم ماشین سپاه دم دره. آب تو گلوم خوش شد. دوتا پاسدار با یه کلاغ سیاه ایستاده بودن دم در. کلاغ سیاه همچی با قرائتفار از آن پرسید: شما مادر کبرا هستین؟ گفتم آره. گفت دخترتون امروز ملاقات داره، میتونید بیاید ببینیدش، خواهر و برادراش هم میتونن بیان ملاقاتش. بند دلم پاره شد. گفتم ملاقات؟ ولی امروز که روز ملاقاتش نیست، هفته ی آینده نوبت ملاقات ماست. گفت نه، تاریخ ملاقات عوض شده. بی اختیار گفتم چرا؟ گفت چی چرا؟ گفتم چرا تاریخ ملاقات عوض شده؟ بعدم حالا چی شده که شما بلند شدین اومدین دم در خبر میدین؟ دوباره با قر و قمیش انگار اومده بودم خواستگاریش، برام پشت چش نازک میکنه و میگه خب حالا کار بدی کردیم اومدیم بهتون خبر میدیم که ملاقات دارین؟ گفتم نه، کار بدی که نیست، خیلی هم خوبه که میتونم دختر ما ببینم، ولی آخه چرا تاریخ ملاقات عوض شده؟ بعدم حالا خودمونیم، اکی تا حالا سپا بلند میشه میاد دم در خبر میده که شما میتونین بچه تونو ببینین؟ راستشو بخوایا دلم میخواست بهش بگم شما تمام کاراتون بده، شما اصلا نکبتین، نکبت از سر کولتون میباره، والا دیدن قیافتون کفاره داره، شما و کار خوب. که جلوی خودمو گرفتم و به خودم گفتم زن زبون به دندون بگیر، فعلا چه گرگوشت تو دستشونه، خلاصه چی درد سرت بده. گفتم آخه برادر و خواهراشم الان خونه نیستن که کلاغ سیاه دوباره او چشای لوچشو مثلا برام خمار کرد و گفت خلاصه خودتون میدونید، از ما گفتن، ای که الهی حناق میگرفتی و نمیگفتی، ای که الهی ننت به عزاد بشینه که دیگه در هیچ خونه ای از این خبران نبری، که امیدوارم خدا دلت بسوزونه که دلمونو سوزوندی. ولی جلوی خودم گرفتم، هیچی نگفتم، فقط گفتم چه ساعتی میتونم دخترمو ببینم؟ که همینطور که پشتش کرده بود و داشت سوار ماشین میشد گفت تا غروب آفتاب. جیغم در اومد، تا غروب آفتاب زن حسابی، الان غروبه، تا ما خودمو به دندان دستگرد برسونم که دیگه صبح شده. کلاغسی های نکبتی گفت نه، زندان دستگرد نیست، بازداشتگاه سید علی خانه. بند دلم پاره شد. آخه چرا سید علی خان؟ چی شده؟ چرا زندانشو عوض کردین؟ آخه به من بگی چه خبر شده؟ که دیگه بیفایده بود، ماشین دور شده بود و رفته بود. دست باشه برگشتم تو خونه، کیف پولامو برداشتم از خونه زدم بیرون. تو فکر بودم یه ماشینی چیزی پیدا کنم که منو یه راست تا بازداشتگاه سپاه برسونه. رسیدم سر خیابون، اولین تاکسی که جلو پام ترمز زد گفتم آقا منو برسون بازداشتگاه سپاه، هر چی بخوای میدم. گفت سوار شد. دنیا دور سرم میچرخید،
آخه چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چرا بردنشون بازداشتگاه؟ چه بلایی بخوان سرشون بیارن؟ هرچی بیشتر فکر میکردم کمتر به نتیجه میرسیدم. هرچی نزدیکتر میشدم آشوب دلم بیشتر میشد. چهار ستون تنم میلرزید. این مردش رو بازداشتگاهتونه ببرن که یه کوچه تنگ و درازی هم داشت که خدا نکنه پا توش بذاری غم دنیا میریخت تو دلت. چقدر این کوچه رو من رفتم و اومدم، چقدر این کوچه رو ما رفتم و اومدم، چقدر رفتم و اومدم. نمیدونم چقدر رفتم و اومدم، چطوری رفتم و اومدم. بالاخره رسیدم جلوی در لعنتیش. ازم پرسید اسم و فامیل، برای چی اومدی، با کی کار داری، اسم و فامیل زندانی. بعدم بازرسی بدنی، یه کلاغ سیاه دیگه، یه کلاغ سیاه دیگه. اومد و شروع کرد بازرسی بدنی کردن. نیشش مثل چی وا شد و با یه لبخند کری به طعنه گفت مادر تو که خیسی. فقط نگاش کردم. اصلا برام فرقی نمی کرد چی میگه، چی کار میکنه. فکر و ذکرم جای دیگه بود، دلم جای دیگه بود. گفت وایسا. نمیدونم چقدر طول کشید تا بالاخره یکی گفت دنبالم بیا. دنبالش را افتاد، رفت و ما هم رفتیم. وارد اتاقش شد و منم دنبال سرش. دخترم تو اتاق ایستاده بود. چهره معصومش که دیدم و بغضم ترکید. سیل عشق بود که جاری شد. گرفتمش تو بغل، نمیدونستم چی کار کنم، میلرزیدم، تون تون ماچش میکردم، سر صورتشو ماچ میکردم، موهاشو ناز میکردم و تون تون سوال میکردم چرا؟ برای چی آوردنتون اینجا؟ چی کارتون دارن؟ چی کار میخوان باهاتون بکنن؟ کی آوردنتون؟ کجا میخوان ببرنتون؟ همینجور فقط سوال بود و سوال بود و سوال بود، همینجور سوال میکردم. اصلا من جهل جواب دادن بهش نمیدادم. مو به تنم راست شده بود، دست پاچه بودم، میلرزیدم. ولی او خونسرد و محکم ایستاده بود. سیل اشک مجالم نمیداد، همینجوری ای میلرزیدم. عین هو مرغ سرکنده شده بودم. احساس کردم یه چیزی سفت گرفتتم. یه صدایی تو گوشم میپیچید، چند بار محکم تو گوشم پیچید و یه تکونی بهم داد. گفت مادر. ای به خودم اومدم، یهو به خودم اومدم، آروم شدم، ایستادم. تو صداش یه چیزی بود که لرزش اتنم گرفت. آروم ایستادم و نگاش میکردم. نگام کرد و گفت مادر آروم باش، طوری نشده، اتفاقی نیفتاده، فقط میخوان جا به جامون کنن. گفتم آخه چرا میخوان جا به جاتون کنن؟ برای چی میخوان جا به جاتون کنن؟ گفت مادر من تنها نیستم، خیلی ها رو میخوان جا به جا کنن. گفتم آخه چرا میخوان جا به جاتون کنن؟ مگه جاتون چش بود؟ چرا آوردنتون اینجا؟ چرا یه راست نمیبرنتون او زندانه؟ گفت مادر نمیدونم. ولی خب شما که اینا رو میشناسی، کارشون حساب کتاب نداره دیگه. با سر به او کلاغ سیاهه که این بار به نظر ما از همیشه سیاه‌تر میومد و گوشه اتاق ایستاده بود و عین هو جغد شوم نگامون میکرد اشاره کرد. یعنی خب دیگه جلوی اینا که نمیشه حرف زد. بعد گفت میگن اونجا که بریم دوباره به همون ملاقات حضوری میدن،
مادر اینقدر خودتو ناراحت نکن، میای اونجا به زودی همدیگه رو دوباره میبینیم، چرا اینقدر خودتو ناراحت میکنی؟ حرفاش قشنگ بود، به گوشم خوب میامد، اما به جان دلم خوب نمیامد، قلبم یه چیز دیگه ای میگفت، دست و دلم میلرزید، هی میخواستم تو چشاش نگاه کنم ولی نمیدونم، انگار نگاش از نگام فرار میکرد. خودش آروم بود، اما تو دل ما قوقا بود، یه جوری بودم اصلا حال خودم نبودم. گرفتمش تو بغل و نازش میکردم، ماچش میکردم که یوهو ای کلاق سیاهه با یه قارقارش قلب من جا کرد. انگار قلبم ایستاد، گفت ملاقات تموم. دستم و دور کمر دخترم حلقه کردم و گفتم به خدا اگه بذارم ازم جداش کنین. هرچی جون تو تنم بود جمع کردم و سفت گرفتمش، عشق میریختم و میگفتم تو رو خدا فقط یه دقیقه دیگه. که دوباره صدای دخترم منو به خودم آورد و گفت مادر آروم باش. دستامو گرفت و از دور کمر خودش جدا کرد. آروم شدم، یعنی انگار تلسمم کرد. بهش نگاه کردم، گفت مادر میدونم الان میگی من که حافظه ندارم، ولی خب یه چیزایی لازم دارم برام میاری دفعه دیگه که اومدی؟ انگار یه اتفاقی افتاد تو وجودم، یهو آروم گرفتم، یه خورده بهش نگاه کردم، گفتم چی لازم داری مادر؟ گفت وسایل حمام، لیف و صابون و اینجور چیزا، دفعه دیگه اومدی برام میاری؟ گفتم مادر الان داری؟ گفت آره الان دارم، ولی خب برای دفعه دیگه. یه کمی آروم گرفتم، نمیدونم، انگار صداش، حرفش که چیزی لازم داره، به هم امید زندگی، امید ملاقات دفعه بعد میداد. با یه آرامش به خصوصی نگام کرد، انگار با نگاهش تمام اشکام تو چشام خوش شد. مات نگاش میکردم، گفت مادر یادت میمونه؟ گفتم آره مادر یادم میمونه. آروم و بی صدا گرفتمش تو بغل، بوسیدمش، نفس عمیقی کشید و انگار میخواستم تمام تنم رو از بوتنش بوی عطر موهاش پر کنم. آروم من از خودش جدا کرد، یواش یواش من از خودش جدا کرد، منم گذاشتم من از خودش جدا کنه. کلاغ سیاهه بازومه گرفت و گفت ملاقات تمومه. گفتم مادر میدونی ملاقات بعدی کیه؟ گفت نه نمیدونم، ولی به زودی مادر، به زودی. پاهام سنگین میرفت، کلاغ محکم بازومه گرفته بود و از اتاق میکشید بیرون. به دم در رسیده بودم که دخترم صدام کرد، برگشتم گفتم مادر چی؟ گفت مادر چرا خواهر برادرام نیومدن؟ تو صداش یه چیزی بود، انگار یه تیر به قلبم زد. گفتم مادر نبودن خونه، خبر نداشتن، نفهمیدن، به خدا نفهمیدن، اینا همین الان اومدن ما گفتن. دلم آتیش گرفته بود، نمیدونستم چی کار کنم، میخواستم به طرفش هجوم ببرم، میخواستم برگردم بگیرمش تو بغلم که نذاشتن. این کلاغ سیاه ریختن دورم و تا به خودم بیام از اتاق انداخته بودن و بیرون و در بسته شده بود. کلاغ سیاه محاصرم کرده بود،
افتاده بودم زمین. برگشتم پشت سرم و نگاه کردم. در بسته شده بود. اما انگار دخترم رو داشتم میدیدم. میدیدم که دلتنگه. میدیدم که دلتنگه. تنمونم خالی بود. خالی خالی. مات بودم. مات مات. تنم خالی بود. انگار تو فیلم بودم. تو این فیلم ها که آدم ها گیج و ماتن و تو ابرا را میرن. هم سنگین بودم هم سبک. ازم نپرس چطور بودم. یعنی از هیچ مادری مثل ما نخوا که برات تعریف کنه. برای که نه اون میتونه بگه نه تو میتونی بفهمی. فقط اونایی که ای بلا سرشون اومده میتونن بفهمن. اومدم خونه. شب شده بود. سرد بود. سردیش یه جوری بود. کرخت بود. سرد و کرخت. مثل تن ما. سنگین، سرد و کرخت. این عقربه ساعت هم انگار کوله بارش سنگین تر از همیشه بود. انگار زمان ایستاده بود. نمی چرخید. خوابیدم یا نه؟ یا تا صبح بیدار بودم و انتظار کشیدم؟ نمیدونم. والا نمیدونم. به خدا نمیدونم. اگه خوابیده باشم که نمیدونم چطوری تونستم بخوابم. چطوری تونستم بخوابم وقتی جگرگوشم تو چنگال مرگ دست و پا میزنه. اگه بیدار نشستم و انتظار طلوع آفتاب کشیدم، چطوری تونستم بشینم و انتظار طلوع آفتاب بکشم که تا اون لحظه برسه و بیان دخترم رو بگیرن و وایسونن گوشه یه دیوار سینشو غرق بخون کنن. چطوری لحظه ها گذشت. فهمیده بودم که میخوان ازم بگیرنش و نشستم تا اون لحظه برسه، یا ای که اصلا نفهمیدم. ولی آخه چطوری نفهمیدم. چطوری قلبم گواهی نداد که میخوان از ما بگیرنش. یعنی ای کاش سینه خودم رو سراخ سراخ کرده بودن. راحتتر میتونستم قبول کنم. راحتتر میتونستم بپذیرم. میگن برزخ بدتر از جهنمه. ما میگم اگه بچه تو بکشن، انداختن تو برزخ، انداختن تو جهنم. اصلا جهنم چیه؟ برزخ کدومه؟ ای از هر دوتاش بدتره. میگی نه؟ سوال کن از این مادرهایی که همش تو آتیشن، همیشه تو برزخن. اصلا تو دنیا ول شدن. میدونی انگار ول شدی. خودشون هم نمیدونن چی سرشون اومده. یه جوریه این درده یه جوریه که نمیتونی بگیش، نمیتونی علاجش کنی، نمیتونی تحملش کنی. ای کاش یکی پیدا میشد به ما میگفت که این دردو چطوری تحمل کنم، چه کارش کن. آخه اگه تا آخر دنیا، تا قیوم قیومتم آه بکشم، بازم آهام تموم نمیشه. آخه چرا کسی به درد ما نمیرسه؟ ما به کی باید شکایت کنیم؟ یقه کی باید بگیریم؟ یعنی توی دنیا به این بزرگی یه دادگاهی، محکمه‌ای، چیزی نیست که به درد دل ما، به شکایت ما رسیدگی کنه؟ یعنی واقعا هیچ محکمه‌ای، هیچ دادگاهی برای ما بیکسون نیست؟